رشته توییتی که امروز از محتواش استفاده میکنیم و علی‌اصغر هنرمند در توییتر نوشته در مورد پرخوری. واقعا پرخوری یک عادته. عادت ها در واقع یک جور مسیر میانبر در مغز هستن که سبب میشوند بعد به کارها را به صورت اتوماتیک انجام دهیم. مثلا وقتی سوار خودرو میشویم کمربند ایمنی را میبندیم. حالا مشخص شده پرخوری هم احتمالا نوعی عادت است و به همین دلیل است که نمیتوانیم به راحتی دست از آن برداریم. پژوهشگران استنفورد متوجه شدند که ارتباطات عصبی در مغز افرادی که به اختلالات پرخوری دچار هستند با دیگران متفاوت است و چیدمان آنها به گونه ای است که حکایت از وجود یک عادت دارد. این افراد در مدت زمان کوتاه حجم زیادی غذا می‌خورند و مشخص شده هر چقدر این تفاوت شبکه عصبی بیشتر باشد میزان پرخوری نیز بیشتر خواهد بود. عادات یک شبه ایجاد نمی‌شوند. یکی از پژوهشگران می‌گوید ممکن است در ابتدا این کار برای رسیدن به یک هدف شروع شده باشد اما آنقدر تکرار شده که به عادت تبدیل شده و دیگر به عواقبش فکر نمی‌کنی. این سبب می‌شود ارتباط بین نورون‌های مغز به گونه‌ای تغییر کند که تکرار آن تسهیل شود. افراد مبتلا به اختلال پرخوری پس از مواجهه با یک محرک خارجی مانند بوی غذا یا یک محرک درونی مانند احساس ناراحتی و خستگی پرخوری را شروع می کنند. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.